چیزی برای پذیرایی از مهمان ما نداره. کاری بکن. بانو، مرا با این عموم چه کار است؟ وقت من هنوز فرا نرسیده است. بروی، هر آنچه به شما میگوید بکنید. چشم. خمره ها را از آب پر کن. شش خمره برای جستن درسا پاها بود. حتی آنها هم تمام شده است. دیگر خمره ها را از آب پر کنید. حال اندکی از آن را برگیرید و نزد صاحب مجلس برید. جشن عروسی در قانای جلیل خوش آمدین. سعی کردیم در این تئاتر اون فضا رو بتونیم به خاطر شما بیاریم که 2000 سال پیش چگونه یهودی ها جشن میگرفتن. خیلی خوشحالم که در جشن عروسی شما منو دعوت کردین و امروز میخوام درباره این جشن با مهمانان شما در کلیسای آلفا اومگا هامبورگ صحبت بکنم. دوستان عزیز، عرض ادب دارم به شما. خیلی مفتخر هستم که میتونم امروز کلام خدا رو با هم دیگه درش تفکر کنیم و به قوت روح القدس بتونیم بفهمیم چه پیامی داشته این داستان بسیار زیبا که در انجیل یوحنا
اون رو میخونیم. ولی قبلش بگذارید که من یک بار کامل این پالگراف رو بخونیم و ببینیم کلام خدا دقیقاً چی میگه، چون ما در تئاتر مجبور شدیم یه مقدار کلمات رو جابجا کنیم و توضیح بدیم تا بچه‌ها بفهمن که داستان چیه. ولی امسال، ولی الان متن رو با هم دیگه میخونیم. روز سوم در قانای جلیل عروسی بود و مادر عیسی نیز در آنجا حضور داشت. عیسی و شاگردانش نیز به عروسی دعوت شده بودند. چون شراب تمام شد، مادر عیسی به او گفت شراب ندارند. عیسی به او گفت بانو، مرا با این امر چه کار است؟ ساعت من هنوز فرا نرسیده. مادرش خدمتکاران را گفت هر چه به شما گوید بکنید. در آنجا شش خمره سنگی بود که برای آداب تطهیر یهودیان به کار می رفت و هر کدام گنجایش دو یا سه گیل داشت. پس آنها را لبالب پر کردند. سپس به ایشان گفت حال اندکی از آن برگیرید و نزد رئیس مجلس ببرید. پس بردند. رئیس مجلس آب را که شراب شده بود چشید. او نمی دانست که آن را از کجا آوردند. هرچند خدمتکارانی که آب را کشیده بودند می دانستند. پس رئیس مجلس داماد را فرا خواند و به او گفت همه نخست با شراب ناب پذیرایی می کنند و چون مهمانان مست شدند، شراب ارزانتر را می آورند. اما تو شراب ناب را تا این دم نگاه داشته ای. بدین سان عیسی نخستین آیت خود را در قانای جلیل به ظهور آورد و جلال خیش را آشکار ساخت و شاگردانش به او ایمان آوردند. سپس با مادر و برادران و شاگردان خود به کفرناحوم رفت و روزهای چند در آنجا ماندند. آمین. شکر. من اسم این موزه رو گذاشتم شام اول. اولین باری که عیسی مسیح بعد از اینکه خدمتش رو شروع میکنه رسما در کتاب مقدس اعلام میکنه. امروز میخوایم یک بُعد جدید از زندگی عیسی مسیح رو با هم دیگه مرور بکنیم. بُعد سومش. همه ما میدونیم که عیسی مسیح خداست 100% و انسان 100%. ولی میخوایم ببینیم که او یک جوان 30 ساله یهودی بود که با آداب و رسوم یهودی زندگی میکرد و در مراسم عروسی هم شرکت میکرد. در کلام خدا در اینجا میگه در روز سوم، یعنی 3 روز بعد از اینکه آشنا شد با نتانائیل که به اون ایمان آورد. اولین کسی که ایمان آورد نتانائیل بود، البته بعد از مریم خودش میفهمید که عیسی مسیحه، بعد از اون نتانائیله و بعد از اون هنوز شاگردای عیسی نمیدونن که عیسی مسیح پسر خداست و نجات دهنده جهانه. فقط یک شهادتی رو شنیدن. ولی کتاب مقدس تا اینجا تا روز سوم فقط میگه نتانائیل ایمان آورده. الان در این جشن عروسی که دیدین چقدر زیبا، خیلی قشنگ خادم مجلس اومد گفت که مریم و عیسی و شاگردان با هم اومدن. این گزارش کاری که یوحنا داره به ما میگه، داره به ما میگه که کسانی که شاگرد هستن داخل اون مجلس بودن، ولی اینها هنوز ایمان نیاورده بودن. ایمانشون بر اساس شهادت یحیی بود ولی بر اساس معجزه یا آیات نبود. هیچ چیزی از عیسی هنوز ندیده بودن، چون کتاب مقدس میگه این اولین جشن عروسیه. در روز سوم در قانای جلیل عروسی بود و مادر عیسی در آنجا بود. در متن میگه که مادر عیسی انگار جلو رفته اونجا نشسته. پس یک رابطه خانوادگی اینا با هم دیگه داشتن. یعنی جلوتر رفته اونجا و خب زنها زودتر میرفتن در قدیم برای کمک، برای غذا پختن، برای لوازم و ظروف شستن و آماده کردن برای مهمانان، زودتر میرفتن و به اون خدمه مجالس میپیوندن. ولی عیسی و شاگردان، کلام خدا میگه و عیسی و شاگردانش نیز به عروسی دعوت کردن. بعد انگار اونا هم به عروسی دعوت میکنن. حالا فضا رو ببینید. 2000 سال پیش موقعی که حکومت رومی سیطره داره و یهودی ها خیلی ناراحتن که کی اینا آزاد میشن، که یه کشور برای خودشون داشته باشن و از فقر و درد دارن مینالن. همشون فکر اینن که یه جشنی، یک سرور، یک چیزی باشه، برن دلی از عزا در بیارن و شرابی بنوشن.
اون موقع هم کسی رو دیگه مثل امروز دعوتنامه نمی نوشتن که خواهر سارا شما بیان، خواهر مارخ شما بیان، همه خودشون می اومدن. یعنی مهمان ها همه مهمان ها رسمی، یعنی همسایا همه مهمان رسمیه همون عروسی بودن، یعنی دیگه حق خاک و گل داشتن. مثل امروز نبودن که اگر کسی دعوتنامه نفرسته بگه آقا برای من دعوت نفرستن پس من نمیرم، همه خودشون می اومدن. همه هم الان تصور کنید که اینا داخل حیاتن، داخل یک حیاتن در قانای جلیل و مردم هم رو پشت بونو همه دارن دست میزنن و سرود میخونن و دختران یهودی هم دارن میرقصن با لباسهای گلدوزه شده که امروز مادر عیسی پوشیده فقط نداشتیم بیشتر، و یک فضای واقعا شاد و غیر منتظره هست. و اینجا الان شاگردای عیسی، توجه بکنید، شاگردای عیسی کپ کردن. چرا؟ اونا قبلا شاگرد یحیی بودن، اونا همش در روزه و دعا بودن، لباساشون هم لباسایی بود که خیلی معمولی بود، و الان تو یک جشن اومدن. عیسی گفته بیا بریم جشن عروسی، میگن این چه عیسای مسیحیه. این قرار بود بیاد ما رو از سیطره روم آزاد کنه و پادشاهی اسرائیل رو دوباره بیاره. میخوام ببینم بافت فکری شاگردان چطوری بوده اون موقع وقتی نشسته بودن، فکر میکنن اینجا ما چی کاره هستیم، این دخترهای دارن میرخصن، ما اهل روزه هستیم، ما شاگردان یحیی هستیم، او به ما گفت این عیسای مسیحه، و الان عیسی اومده اینجا ما رو اوورده، هیچ آبی هم که شرابی هم که تمام شده رفته معجزه کرده و به شراب تبدیل کرده. این سوالات داره داخل مغزشون همینطور بازی میکنه و رفت و آمد میکنه. بعد حالا من یکم جلوتر رفتم، و چون شراب تمام شد مادر عیسی بدو گفت شراب ندارند. وای چه موعظه زیباییه. تو زندگیامون همه ما یه جاهایی میرسیم، همه ما میگیم خدایا صبر ما تموم شد، پول ما تموم شد، پاسپورت ما رو بردن، زندگیمون به یغما رفت، ریاکاری‌هامون تموم شد، دروغ‌هایی که گفتیم تموم شد، به دادمون برس، دیگه هیچی نداریم. نمیدونم، فکر کنم اکثر شما این تجربه رو داشتین که در زندگی یک تنگناها و دردهایی هست که پناه به خداوند میبرین و اونجاست که خداوند معجزه میکنه. این یک ترس خیلی جدی بود، چون جشن عروسی داشت خراب میشد. الان حدود وقتی اگر حساب بکنیم 6 خمره رو شراب تبدیل کرده و 600 لیتر شراب داریم، حدود حداقل 1200 نفر باید داخل اون عروسی باشن، حداقل اون آماری که طبق کتاب مقدس میتونیم داشته باشیم. و عروسی هم اون موقع چند روز یا چند هفته طول میکشیده، ما نمیدونیم روز چندم عروسیه الان، ولی شراب تموم شده و هنوز باید جشن رو ادامه بدن و اونها اومده بودن عروسی تا جون دارن بخورن بنوشن و برقصن و شادی بکنن، و الان یک فاجعه مثل امروز اینطور میمونه که من شما رو دعوت کنم خونه، همه چی هم داشته باشیم، برقا بره، خیلی زد و حال میشه دیگه، آدم واقعا شرمنده میشه. من یک بار تو گیسن بودم، یک دختر پسری با هم ازدواج کرده بودن، گفتم بیاین خونه ما، دعوتمون کردن، گفتن شما خادمین کلیسا هستین، غذا هم مرتب پخته بودن، لوبیا پلو و فلان اینا. یک 10-15 دقیقه که گذشت خیلی هم تر و تمیز خونه و مجلسی و شاهانه پذیرایی میکردن، رفتیم داماد میترسه، عروس داره گریه میکنه، رفتن داخل آشپزخونه دارن پچ پچ میکنن، خداوند چی شد، اتفاقی افتاد، تلفنی زدن، چی شد؟ گفتم سالومه چی شده؟ گفت ناراحت نباشید، ناراحت نباشید، الان زنگ زدیم پیتزا بیاد. پیتزا؟ چرا؟ یکم تا گرفت، بو گرفت، سوخت غذامون. یعنی یک بحران جدی بود، یعنی آبروشون داشت میرفت، انگار عرق کردن. گفت بابا ول کن، زنگ نزن، بگو نمیخوایم، میخوریم همون سوخت پخت. ما اصلا اهل همین، اصلا تازه یاد غذاهای ایران میافتیم که رو آتش درست میکردن، ولش بکن، خوردیم. این ترس هایی که ما هر کدومون داخل زندگی داریم، یه چیزایی فراهم میکنیم، بعد به سطح کار یه چیزی دفعه قطع میشه. و کار خدا خیلی زیباست، گوش بکنید، همیشه در زندگی مسیحیتون وقتی یه شادی بزرگ، یک فیض بزرگ داخل زندگیتون میاد، مطمئن باشید یک دردها و غمهایی هم تو زندگیتون میاد. این زندگی ماست، همه ما این تجربه رو داریم. وقتی که به عیسی مسیح ایمان میاریم، میبینیم یه مشکلاتی هم وارد زندگی ما میشه، دفعه پدرت تحویلت نمیگیره،
من زنگ بزنم پدرم کنم پدرم مامان مسیحی شدم خداوند رو یافتم. گفت پس دیگه من اسم تو خط میزنم خونه رو وقف امام حسین میکنم. این مثلا گفتم ای اصلا چه ربطی داره، من فکرش نمیکردم که مثلا چنین چیز اتفاقی بیفته. گفتم خب چا ایتوریشو بعدی هم خواهرها همه قهر کردن. از من نمیفهمیدم چی شده. اینه که یه دردی اومد تو زندگی من. پدرم خب تو الانش هم تو دیگه سنگین جواب میده. موقعی که مذهبی نیست خب یک سن و سالی داره. اینه که یک دردهایی حالا از نظر خانوادگی، از نظر شغلی یا کاری براتون پیش میاد. با اینکه خیلی شاد هستین، بعد میبینی که کسایی هستن سوکتون میدن و یه دردهایی. و اینجاست که خداوند معجزه میکنه. و اینجاست که عیسی اینطور تصمیم میگیره. جلوتر که میریم، عیسی به او گفت بانو. خیلی دقت بکنید. چه یک پیام دارم برای جوانان و نوجوانان. عیسی به مادرش چی گفت؟ بانو. وقتی از پدر مادرتون یه چیز بدی میشنوین یا یه چیز غیر منتظره که انتظارش نداریم، با احترام مضاعف او را رو صدا بکنین، ببرینشون بالا. من نمیدونم، ما تو خوزستان به مادر نمیگیم مامان، ما میگیم ننه. یه خیلی صمیمیه. بچه‌های فکر کنم تهران میگن عزیز. نمیدونم منطقه‌های دیگه چه نامایی روی مامان میذارن. مامانی، مامان جون، مادر جون، اسمای خیلی خیلی زیباست، خیلی خوبه. من یه برادری داشتم، خیلی الان وقتی خوندم فهمیدم اصلا عجیب بود این برادر من و خیلی مادرم رو دوست داشت. این به مادرم میفهمید چی میگفت؟ اصلا ما بچه بودیم، مونده بودیم. به مادر من میگفت مادمازل. جدی میگم، برادر من به مادرم میگفت مادمازل. چرا جریان اینطوریه؟ یک احترام مضاعف میگذاشت، رو حرفش حرف نمیزد. ما یه چیزی همینطور الان یه چیزی یاد گرفتیم، ولی اون رفته بود فکر کرده بود و بهترین و قشنگترین جمله رو یاد گرفته بود. پس اگر داخل زندگیتون با پدر مادرتون یه موقع بعضی وقتا به مشکل خوردین که هممون میخوریم، با اسم زیبا اون رو ببرید. من سالی یه بار به پدرم زنگ میزنم، چون مامانم حرف نمیزنه، خیلی اخلاقش مخصوصه، ولی وقتی زنگ میزنم میگم کاپیتان کجاست؟ چون ملوان کشیرانی بوده. میگم یکم میبینم بالا. میگم کاپیتان کجا رفته؟ هر چقدر میتونید پدر و مادر خودتون بهشون سمت بدین، مقام بدین و اسمای تازه بذارین روشون. این خیلی کمک میکنه. عیسی مسیح گفت بانو. عیسی مسیح قشنگ میفهمید که مریم همیشه در تمام قرنها بهش احترام گذاشته میشه و حرمت داده میشه. این کتاب این چیزی بود که کتاب مقدس گفته بود. اوکی؟ برای همین با احترام گفت بانو، یعنی هم خواست پدر رو انجام داد و هم خواست انسان رو. و یک جوانی 30 ساله و به عنوان یک جوان تونست خیلی محترمانه به مادرش صحبت بکنه. این اولین چیز بود برای جوانان کلیسا، پیامی داشتم. و دومیش گفت مرا با این امر چه کار است؟ جمله دوم عیسی مسیح در برخورد با پدر و مادرش سوالیه. خیلی قشنگه وقتی چیزی رو باش مخالفیم. عیسی مسیح قشنگ حرفو گرفت، همه چی رو میدونست، اصلا نگاه میکرد همه چی رو میفهمه چی به چیه. بعد به چالش کشید، این کار چه ربطی به من داره؟ داره سوال میکنه. شما با پدر مادرتون اگه یه جا به مشکل میخورین، خب اونو سوالی مطرح بکنید. این داره کمک کتاب مقدس نکن، کتابیه که قانون نظاممند خانواده هم داره شکل میده، قانون مدنی هم شکل میده. خیلی کارها رو خیلی از غربیا که بیشتر زودتر به کتاب مقدس دسترسی پیدا کردن از همین منابع گرفتن بیرون که چطوری با خانوادهشون صحبت بکنن. اینه که خیلی زیباست که ما با سوال صحبت بکنیم. یک بار من بار اول اومده بودم اینجا، نمیفهمیدم اصلا عرفان پسر برادر علیه. میوار زنگ زد و یه مشکلی بود و یه حرفایی بود و بعد بهش گفتم، عرفان گفت میخوام برم سر کار. گفتم سر کار تو اصلا زبان بلدی؟ بعد یه حرف قشنگی زد، گفت برادر به شما فکر کنید کسی که 6 سال داخل آلمان دیگه با این سن من دیگه نباید آلمانی بلد باشه، باید بلد باشه. گفتم سوالش خیلی قشنگ بود، بدون اینکه جواب بده، بدون اینکه گستاخی کنه، بدون اینکه خودشو فخر بده یا جلال بده، خیلی اون چالش برگردون به خودم. خیلی حرکت زیبایی کرد، هم احترام گذاشت و هم جواب منو داد. اینه که یاد بگیریم پدر و مادرمون رو بالا ببریم، بعد اگر مشکل هست سوالی مطرح بکنیم. این در رابطه با رابطه بین جوانان و پدر مادرشونه. و هر کلمه سومی که گفت میخوام شیما بخونه، آیه همون 4 رو
از اولش بخون، 4 تا 4 و فقط 4 رو بخون، فقط 4 آیه 4 یوحنا قسمت دوم. آیه 4 عیسی به او گفت: بانو، مرا با این امر چه کار است؟ ساعت من هنوز فرا نرسیده. ساعت من هنوز فرا نرسیده. میخوام بهتون بگم بچه‌ها، این معجزه که قرار بود اتفاق بیفته، بیش از این که من و تو رو باعث تعجب و شگفتی ما بشه، باعث تعجب و شگفتی خود عیسی بود. عیسی چند روز قبلش در بیابان بود و شیطان بهش گفته بود این سنگ رو نون کن. نه، نه، نمی کنم. الان مامان داره میگه منم قراره کارم شروع کنم، ولی من منجی جهانم، توی کنیسه ای، روی تخت سنگی، توی معبدی، یه جایی، تو عروسی. در همین چند ثانیه عیسی مسیح شاید نصف کتاب مقدس رو حلاجی کرد. چه چیزیه که من الان نمیفهمم؟ چرا مادرم که همه چیزو میفهمه از من این خواهش کرد؟ من که وقتم الان این نیست، من تو روزه بودم و چیزهایی که شیطان گفت من انجام ندادم. نکنه داره از طریق مادرم همونو میگه. خیلی چیزا، خیلی از فاکتورها در ذهن عیسی گذشت. بعد اگه من این کارو بکنم، مردمم هجوم میارن، من دوباره پادشاه میشم، بعد اصلا به صلیب کشیده نمیشم، نقشه جهان متوقف میشه. اینا رو همه داشت حلاجی میکرد. خیلی اتفاقات بود که ما به جایی میرسیم که دیگه باید حدس و گمان بزنیم و حدس و گمانمون باید بر اساس کتاب مقدس باشه. اینا همه اتفاقات بود که عیسی مسیح بارها در کتاب مرقس و یوحنا میگه. خیلی وقتا از ترس مردم علنی معجزه نمیکرد، یا اگه شفا چیزی میداد میگفت به کسی نگید. یک شخصیت خیلی استثنایی داشت. و شما امروز اومدی اینجا عیسی رو بشناسین، و هر چقدر که بیشتر شما عیسی رو میشناسین دوستان عزیز، دشوارتر میتونین اونو جا بدین توی فکر خودتون، چون خیلی عجیبه. این خدا بسیار عجیبه. یه جا از حکومت روم اصلا هیچ صحبتی نمیکنه، ولی حکومت روحانی مذهبیون و فریسی رو میزاشون رو میاد واژگون میکنه. کارایی میکنه که هیچ کس نکرده. یه جایی میگه معجزه نمیکنم چون شما سنگدل، یه جا اصلا بهش هم نمیگن خوش معجزه میکنه. کاراش خیلی عجیبه و حرکاتش غیر منتظره است. اینجا هم همچنین چند تا کارو داره عیسی با هم دیگه میکنه. و سخت ما جاش بدیم که این شخصیت چیه، ولی من میخوام یه نگاهی بکنیم که یک از نظر انسانی یک جوان 30 ساله است و با آداب و فرهنگ یهود آشناست. اون میدونه که شریعت خدا رو باید اجرا بکنه، ولی خودش شریعت خدا رو زیر پا میذاره. بس مثلا روز سبت رو کنسل میکنه و شفا میده، جلسه‌ای که باید کاری نمیکرد. خیلی این خدا عجیبه. و این بود سومشه که امروز ما داریم بهش نگاه میکنیم به عنوان یک جوان. حالا جلوتر که میریم آیه 5 رو بخون شیما. مادرش خدمتکاران را گفت: هر چه به شما گوید بکنید. واو. خیلی از ماها به طرف عیسی میایم. درسته؟ خدا یا ای پاستر، ای شبان، برای من دعا کنی مشکل اقامت من حل بشه، مشکل خونه من، مریضی من شفا پیدا کنه، دخترم بیاد، پسرم بیاد، پدرم رو ببینم. میایم میگیم، درسته؟ ولی اینجا ابتکار که چه عرض بکنم، هدایتی که مریم بر فکر و ایدهش میاد اینه که میگه برید و به عیسی بگید هر کاری که اون میگه رو انجام بدیم. اینه که خیلی خوبه ما قبل از اینکه خواسته ای داشته باشیم بگیم آماده ایم خداوند، اگر کاری داری از ما استفاده کن. ما جوانان کلیسای آلفا و اومگا هستیم، میخوایم پرستش بکنیم، خواهش میکنیم از ما استفاده کن. میخوایم تئاتر داشته باشیم، از ما استفاده کن. میخوایم برقصیم، شادی بکنیم، از ما استفاده بکن. و بعد خواستمون رو بگیم. خیلی زیبا کتاب مقدس به ما یاد میده، کلام خیلی عمیقه، خیلی با ما صحبت میکنه و زندگی ما رو شکل میده. مریم به خادمی میگه هر چی میگه انجام بدین. خیلی خوبه که هر چی عیسی بخواد ما آماده باشیم اول انجام بدیم، فقط گرفتن نباشه. اول سربازی باشیم که در خدمت عیسی هستیم، بعد ببینیم چه اتفاقی میفته. آیه 6. در آنجا 6 خمره سنگی بود که برای آداب تطهیر یهودیان به کار میرفت و هر کدام گنجایش 2 یا 3 کیل داشت. خب اینجا هم یه کار شاهکاری کرد عیسی مسیح.
عجیبه این کارا. این معجزه خیلی ساده است ولی خیلی عمیقه و من شاید بتونم 4-5 ساعت درباره‌اش صحبت کنم ولی باید خلاصش بکنم. 4 تا خمره سنگی بود برای شستن دست و پاها یا ظروف اون موقع استفاده می‌کردن برای طهارت. دوستان عزیزان این پیام دیگه مال هم است. چقدر خمره‌های قلبتون رو پر کردید با آرزوهای نفسانیتون؟ چقدر ما پر کردیم کمدهای خودمون رو با لباسهایی که دوست داشتیم؟ چقدر ما جیبامون رو پر کردیم با پولایی که از راههای دروغ و کار سیاه به دست آوردیم؟ چقدر ما واقعا پر کردیم گوشی‌های تلفنمون رو عوض کردیم؟ کارهایی کردیم خودمون انجام دادیم، هیچ وقت اجازه ندادیم عیسی پر بکنه. هیچ اشکالی نداره ما لباس زیبا، آرایش زیبا داشته باشیم، وسایل خیلی خوب و مدرن داشته باشیم، اشکالی نداره، ولی خب بخوایم به درد ما بخوره، نیاز ما باشه، نه خواسته ما باشه. مشکل عیسی با خواسته های ماست، خواسته های ما ویرانگره، مگر نیازهای ما رو میدونه و به موقع عمل میکنه. اینه که بیایم خمره های قلب خودمون رو پر کنیم از خواسته های عیسی، نه خواسته های خودمون. خواسته های ما خیلی زیاد و بیهوده است، یه مدتی ما رو سرگرم میکنه. یه تلویزیون میخرم، یه موبایل آیفون 8 میخرم، یه ما خوشحالم، بعدش خوشحال دیگه نیستم. چیزایی که در دنیا هست مدتی به ما خوشی میده. اینه که به ما کمک میکنه ما قلب های خودمون رو از خواسته های عیسی، فقط عیسی پر بکنیم که اون چی میخواد. و این مستلزم اینه که ما کتاب مقدس رو عمیق تر بخونیم. بریم جلوتر، آیه بعدی. عیسی خدمتکاران را گفت این خمره ها را از آب پر کنید. پس آنها را لبالب پر کردند. واو. روزی عیسی به سراغ شما میاد، میگه اسماتون حالا به نام میخونه، آرش جون، سهیل جون، که حالا من میشناسم. من نمیدونم اینو چرا سارا زیاد میبینم. عزیزان محمد، خدا به اسم میخونتون، میگه امروز پر کن خونه خودت رو از اون غذایی که من میگم، از اون لباسی که من میگم، از اون دوستان و مهمانانی که من میگم دعوتشون بکن. خونه های خودتون رو پر بکنید، قلب های خودتون رو پر بکنید. خداوند با ما سخن گفته. اگر میخواین صدای خداوند رو بشنوید خیلی راحته، قرار نیست بیاین داخل بیابون یا جایی. خداوند طریقای خیلی زیادی با ما صحبت میکنه، ولی شیواترین و بلندترین و نافذترینش با کلام خداست. اگر کتاب مقدس رو میخونید و صدای خداوند رو نمیشنوید، خواهش میکنم با صدای بلند بخونید، اون موقع 100% میشنوید. این کلام خدا زنده است و روح ما رو تازه میکنه و شکل میده به زندگی مسیحی ما روی زمین. عیسی میگه لبالب پر بکنید. چه اون روز میاد که به شما خداوند میگه پر بکنید از خواسته ها و آرزوهای من. ماشین میخوای، همسر خوب میخوای، کار خوب میخوای، میگه من برای تو تهیه میکنم، ولی اولویت زندگیت این نباشه، اول منو دوست داشته باش. مشکل ما سر اولویت های زندگی است. اینه که وقتی که خواسته های خودمون رو اول میذاریم، عیسی مسیح رو دوست داشته باشیم، بهش عشق بورزیم. وقتی میگم عیسی مسیح رو دوست دارم، یعنی هرچی من دارم متعلق به اونه. وقتی صندوق هدایا میگرده دیگه من حساب کتاب نمیکنم، چون مال خودمه. این چیزی که به ما یاد داده، یا هر چیز، یا هر کمک، یا هر از خودگذشتگی که هست، میبینم که من متعلق به خداوند هستم. پس اگر عیسی رو دوستم، پس هر چی من دارم مال اونه. و با هم دیگه دوستیم دیگه. خیلی هم ما ایرانی ها یا فارسی زبان ها به هم میگه جیبمون یکیه. و من بارها شهادت میگم، شاید حداقل 100 بار تو زندگیم مشکلات مالیم حل شده بدون اینکه خودم اصلا بفهمم. خداوند از قبل فکرش بوده. یه پولای اومده میگفتم خداوند اینا برای چیه؟ این پول به در چیه من میخوره؟ و میبینم دو سه روز دیگه اون فکر دو سه روز آینده بوده که به یه مشکل و بحران میخورم. همه ما این شهادت ها رو داریم. اون به ما چشماشو نبسته و چشماش کاملا بازه و حواسمون باشه که او فکر ماست و این کتاب مقدس این وعده رو داده و ما بر اساس ایمان زندگی میکنیم، نه بر اساس دیدار. میریم جلوتر، حرکت میکنیم. سپس به ایشان گفت حال اندکی از آن برگیرید و نزد رئیس مجلس ببرید. پس بردند. مال ما که هنوز آبه. عیسی یالش رفت این آب ما رو شراب بکنه، فقط اونجا رو شراب کرد. خیلی قشنگ عیسی دست به اولین معجزه میزنه و اینجا
عیسی به یک چیز رسید، به یک نقطه رسید که این معجزه هدفش نیاز خودش نیست، نیاز دیگرانه و برای دیگران معجزه میکنه. وقتی خداوند میبینه ما نیاز داریم، معجزه اتفاق میفته. 100% همه شما در زندگیتون معجزه و نشانه و آیات خواهید دید. ما با معجزه زندگی میکنیم و عیسی این آب رو تبدیل به شراب میکنه و من شاید 100 تا تفسیر دارم، حالا نمیدونم کدومش رو انتخاب بکنم. تا پیش درآمدی بشه برای این، میتونیم به طور خلاصه بگیم که روزی این آبی که شراب شده، این شرابم تبدیل به خونی میشه که ما در شام آخر به یاد میاریم کاری که او برای ما کرد. هم در جشن عروسی برای ما شادی آورد و هم غمهای ما رو با خون پرداختن خون خودش به ما باز نگردون و بر خودش گرفت. این کار زیبایی بود که عیسی مسیح کرد و این یادآور اون کار بسیار بسیار عمیقیه که در این بخش دیده میشه و کم خونده میشه در کلیساها. یکم دیگه جلوتر میریم. رئیس مجلس آب را که شراب شده بود چشید. او نمیدانست آن را از کجا آوردند، هرچند خدمتکارانی که آب را کشیده بودند میدانستند. پس رئیس مجلس داماد را فراخواند. و چی گفت؟ ادامه بدین. و به او گفت همه نخست با شراب ناب پذیرایی میکنند و چون مهمانان مست شدند شراب ارزانتر را میآورند، اما تو شراب ناب را تا این دم نگاه داشته ای. واو، چه پیام سنگینی داره بچه ها. خیلی از ما معجزات خداوند رو میبینیم، معجزات خداوند رو میخوریم، ولی ایمان نمیآوریم. خادمین فهمیدن که عیسی مسیح معجزه کرد و آب رو شراب کرد، ولی ایمان نیاوردن. معجزه دلیل ایمان ما نیست. خیلی ها معجزه رو میبینن، ایمان نمیارن، شانس بود، یه چیزی بود، اتفاق خوب بود و رفتش. دلیل مستحکمی برای ایمان ما نیست. چیزی که کلام خدا میگه. بعد ادامه میده، رئیس مجلس هم میخوره، میگه شراب خوبیه. نه حرفی از ایمان زده میشه، نه حرفی از عیسی مسیح زده میشه. داستان ادامه پیدا میکنه و آیه 11 و 12 تموم میشه. بدین سان عیسی نخستین آیت خود را در قانای جلیل به ظهور آورد و جلال خیش را آشکار ساخت و شاگردانش به او ایمان آوردند. سپس با مادر و برادران و شاگردان خود به کفرناحوم رفت و روزهای چند در آنجا ماندند. واو. فقط شاگردان ایمان آوردند. حالا من سوالم اینه، میگه شاگردان قبلا ایمان نداشتن؟ ایمان در بر اساس شهادت یحیی بود، الان بر اساس اون که دیدن. ولی باز یک جاهای بعدها میبینیم در ایمان دوباره ضعیف میشن و میفتن. ببین این سفر ایمان چقدر ادامه داره. ما از ایمان به ایمان داریم سفر میکنیم و تمام عمر ما رو در بر میگیره. ایمان آوردن خیلی آسونه، خیلی هم سخته، ولی زندگی کردن در اون تمام عمرمون رو فرا میگیره تا موقعی که کامل بشیم. این حرکتی که ما در این بخش، در این پاراگراف زیبا، در این جشن عروسی دیدیم و پیامش برای ما این بود که اون پیامش صلح، دوستی، شادی و آزادیه برای ما. عیسی مسیح نیومد که ما با رسوم گذشته و قدیمی و انسانی خودمون زندگی کنیم، بلکه با نقشه های جدید و شرابی تازه بتونیم زندگی شادی داشته باشیم. من خیلی خوشحالم و میخوام تشکر کنم این لحظه آخر رو از دوستانم که علارغمی که وقتشون همه به خاطر درس و کار و مسافت خیلی دور و نزدیک بود، از شهر برمن، از برلین دختر گلمون دانیلا اومد و همه با هم دیگه هماهنگ کردن و اومدن اینجا این جشن عروسی رو با هم داشته باشیم، با هم سرود بخونیم، برقصیم، کلام خدا رو گوش بکنیم و همدیگر رو برکت بدیم. چه کار قشنگی رو امروز داره خداوند میکنه. و من دوباره تشکر میکنم از گروه تئاتر که در آخرین لحظه خودشون رو آماده کردن و در جشن عروسی ما رو شریک کردن.